ببینید اکثر مواقع ما کارمون با خطوط راهنما راه میفته، اما خطوط راهنما چند تا مسئله دارن. اول اینکه خطوط راهنما در صفحه میتونن حرکت بکنن، هرچند ما میتونیم اونها رو لاک بکنیم، اما قابلیت حرکت در صفحه رو دارن، قابلیت دوران دارن. گاهی اوقات ما به این چیزها نیازی نداریم، یه سری خطوطی میخوایم که به عنوان پایه کار یا گرید صفحمون روی صفحه بمونه، قابل جابجایی نباشه، دوران نکنه، این طرف اون طرف نره تا ما بتونیم کارمون رو انجام بدیم. برای این مورد ما از گریدها استفاده میکنیم. گریدها خیلی خیلی کارگشا هستن، مخصوصا زمانی که شما طراحی دقیق انجام میدید، مثل طراحی لوگو، مثل طراحی های نقوش فرش و مواردی از این دست. گریدها بسیار بسیار به ما کمک میکنن. از کجا ما باید گریدها رو تو صفحه بیاریم؟ من همون پنجره آپشنز رو باز میکنم، تو قسمت داکیومنت یه قسمتی داریم به اسم گرید. ما گایدلاین رو با هم بررسی کردیم کامل، که گرید هامون که من فراموش کردم. من پس گرید ها، ببینید وقتی من پنجرهش رو باز میکنم سه تا بخش داره. در ورژن های قبلی کورل دراو اگه اشتباه نکنم از ورژن X7 این دوتا قسمت به این دستور گرید اضافه شدند. دوستانی که با ورژن قبلی کار کردن این دو تا مورد رو ندیدند و اینها جدید هست که من توضیح میدم چی هستن. این قسمت اصلی که مربوط به داکیومنت گرید هستش، شما مشخص میکنید که به چه شکلی این گریدها رسم بشن. واحد الان من میلیمتر هست، برای که دقیق متوجه بشید من بذارید واحدها رو برگردونم روی سانتیمتر. واحدمون رو بذاریم روی سانتیمتر و اوکی. خب الان بیام تو مبحث اینجا. آره بهتر شد. ببینید الان اینجا واحد ما سانتیمتر هست. من سانتیمتر گذاشتم که دقیق تر متوجه بشید و دلیلش متوجه میشید. تو قسمت داکیومنت گرید ما دو تا حالت رو میتونیم استفاده بکنیم. ببینید دو تا قسمت داره، هوریزنتال و ورتیکال، که شما مشخص میکنید به چه شکلی این خطوط رسم بشه. برای مثال ببینید اینجا نوشته گرید لاین پر سانتیمتر، یعنی در هر سانتیمتر چند تا گرید من قرار بدم. شما میتونید هر تعداد گریدی که میخواد در یک سانتیمتر قرار بدید رو اینجا مشخص بکنید. کورل دراو اینها رو به فاصله مساوی در اون فاصله یک سانتیمتر برای شما چیدمان میکنه. برای مثال من میگم در هر سانتیمتر دو تا باشه، یعنی هر نیم سانت یک خط راهنما. اگر توی قسمت شو گرید من علامت بزنم و اوکی بکنم، ببینید یه شبکه شطرنجی ایجاد میشه که اگر من زوم بکنم میبینید که فاصله هر گرید تا گرید بعدی نیم سانتیمتر است. چرا؟ چون ما گفتیم در هر یک سانتیمتر دو تا گرید قرار بده، یکی و دو تا. این رو شما کامل میتونید هر تعدادی میخواید وارد بکنید. اگر من مثلا بیام این رو بکنم 4 تا تو هوریزنتال و 4 تا هم تو ورتیکال اوکی بکنم، الان میبینید که هر 25 صدم سانتیمتر یه خط راهنما، یعنی در یک سانتیمتر 4 تا خط راهنما برای ما قرار داده. شما با هر دقتی که بخواید میتونید خطوط گریدتون رو اینجا مشخص بکنید. لزومی هم نداره که گریدهای افقی و عمودیتون یکی باشه، ولی معمولا چون مثل همون کاغذهای میلیمتری تو بازار استفاده میشه، معمولا گریدها رو به همین شکل استفاده میکنن که در هوریزنتال و ورتیکال تعداد خطوط رو یکسان در نظر میگیرد، هرچند که میتونید این کار رو نکنید. این رو اگر من باز بکنم یه قسمت داره سنتیمترز اپارت، این رو اگر من کلیک بکنم میگه هر 25 صدم سانتیمتر یه خط راهنما بذار، یعنی معکوس همون تعریف قبلی. ما اونجا گفتیم هر در هر سانتیمتر 4 تا خط قرار بده، اینجا میگیم هر 25 صدم سانتیمتر یه خط راهنما. این که از کدوم روش شما استفاده بکنید برای قرار دادن گیره تا دیگه بستگی به خودتون داره. خب من هر دستوری که برای هوریزنتال اینجا تعریف میکنم میبینید که برای
ورتیکال همینجا خودش اتوماتیک تغییر میکنه. خب توی این حالت من میتونم بگم بیا هر 2 سانتی متر مثلا یه خط راهنما برای من قرار بده به این شکل. الان نمیگم اوکی بکنم، میبینید هر 2 سانتی متر اومده یک گرید یا خط راهنما برای من قرار داده. نکته دیگه که در مورد خطوط راهنما هست، نحوه نمایش این گرید هستش. اینجا ما نوشیم اس لاین، یعنی به شکل خط نشون بده. من میتونم از دات رو علامت بزنم و بهش بگم اینها رو به شکل نقطه نمایش بده. اگر اوکی بکنم، بذارید مقداری زوم اوت بکنیم ببینید به چه شکلی دیده میشه. میبینید که دیگه خبری از اون خطوط نیست و فقط محل تقاطع گریدهای افقی و عمودی به صورت یک به علاوه برای شما علامت گذاری شده که شبیه نمایش دات یا نقاط هستش. مورد دیگه در قسمت داکیومنت گرید اسنپ تو گرید هستش. بذاریم این رو تو اسلاین بذارم، این رو بذاریم رو همون 1 سانتی متر که این فاصله زیادم نشه. خب ببینید اگر من اینجا بیام الان مثلا شروع کنم به کشیدن مثلا یک مربع یا یک مستطیل، میبینید که این هیچ واکنشی نسبت به این گرید من نشون نمیده. یعنی من از هر جایی میتونم این گریدم شکلم رو رسم بکنم و عملا این خطوط راهنماییش کمکی به من نمیکنه. اما اگر من بیام اینجا اسنپ گرید رو تیک بزنم، بهش میگم موس من از یک حدی که به گرید نزدیک شد اسنپ بشه، جذب بشه به گرید مد نظرم. این رو من اوکی میکنم. الان ببینید من به محضی که به این محلهای تقاطع نزدیک میشم به شکلی گرید برای من نمایش داده میشه و من میتونم اینجا شکلم رو بکشم. من راحت میتونم یه شکلی بکشم که یه خونه از این گرید من رو در بر بگیره. میبینید خیلی کار کردن توی این حالت راحت تره، به خصوص زمانی که شما کارهای دقیق میخواید انجام بدید. این از قسمت داکیومنت گرید ما. من اینو پاک کنم، این رو من برمیدارم. یه قسمت داریم به اسم بیسلاین گرید. بیسلاین چی هستش؟ اینجا رو نرفت. آها این رو بده. ببینید خطوط متن‌های ما، تکست‌هایی که ما در گورل دراو استفاده می‌کنیم، در هر نرم افزاری می‌دونیم هر نوشته یه خط کرسی داره که در لاتین یا انگلیسی بهش میگیم بیسلاین. ما می‌تونیم در گورل دراو بیسلاین تعریف بکنیم و خطوطمون رو، خطوط متنمون رو طبق اون بیسلاین بیایم چیدمان بکنیم. کمک می‌کنه به ما که اون حد فاصله رو رعایت بکنیم. برای مثال شما میتونید پای گرید کارتون رو روی کاغذ بکشید، فاصله رو دقیق مشخص بکنید، بیاد بر اساس اون چیزی که خودتون ترسیم کردید و میدونید که درست هست و مشکلی نداره، بیایید بیسلاین گریدهاتون رو در کورل دراو تعریف بکنید و متونتون رو طبق همون بیسلاین بیاید پیاده سازی بکنید. برای این کار ما به این قسمت بیسلاین احتیاج داریم که گفتم این دو تا قسمت بیسلاین گرید و پیکسل گرید اینها جدید هستن، تو ورژن های آخر گورلدراپ اضافه شدن و فوق العاده به درد بخور هستن. روش کار به چه شکلی است؟ اول من شو گرید رو میزنم که بتونیم اینها رو ببینیم. یه قسمت داره اسپیسینگ، میگه که فاصله بین هر بیسلاین تا بیسلاین بعدی چقدر باشه. مثل اون دفترهای مشقی که ما استفاده میکردیم در مدرسه، خطوط افقی داشت روی اونها می نوشتیم. این بیسلاین هم دقیقا همونه، میاد صفحه کار ما رو خط کشی میکنه برای گذاشتن متن و اینکه متن ما درست چیده شده باشن. میبینید که واحدش هم پوینت هست، چون در مبحث تکست در تمام نرم افزار بیشتر با واحد پوینت کار میشه تا واحدهای دیگه. اینجا یک رنگ میتونید انتخاب بکنید که بیسلاین من چه رنگی باشه. رنگ خودش توسی کم رنگ هست که رنگ خوبی هست. یه قسمت start from top داره که 1.5 سانتی متر است. این میگه چی؟ میگه چقدر از بالای صفحه کار رو من خالی بذارم و از اونجا به بعد شروع کنم بیسلاین ها رو قرار بدم. خب ما که نمیخوام از ابتدای صفحه شروع کنیم به نوشتن، معمولا یه هدر یه فضای خالی اطراف یا بالای صفحه باقی میذاریم.
برای همین میتونیم اینجا ما مشخص بکنیم، مثلا بگیم ما 4 سانتی متر بالای کارمون رو نمیخوام بیسلاین داشته باشه، تو محدوده متنی قرار نیست ایجاد بشه. اسنپ تو گرید هم داره که شبیه همین اسنپ تو گرید داکیومنت گرید هست. الان اگر من اوکی بکنم میبینید اومد صفحه من رو خط کشی کرد، با چه فاصله ای؟ با فاصله 14 پوینت. این فاصله ها رو گذاشت، شما میتونید واحد دیگه هم استفاده بکنید، کافی از خودتون واحد رو جلوش تایپ بکنید، مثلا بگی 1 سانتی متر، 2 سانتی متر، هر اندازه که مد نظرتون است. اینجا مگه دقت بکنید این فاصله 4 سانتی متر رو اینجا برای ما خالی گذاشته از ابتدای سند. ما میبینید اینجا 21 هست و از اینجا 17 تا 21، 4 سانتی متر رو اون فضای خالی که ما روش تعریف کردیم 4 سانتی متر رو دیگه گرید گذاری نکرده، بیسلاین قرار نداده و فضا رو خالی گذاشته. این هم از مبحث بیسلاین گرید. هیچ کدوم از این گرید ها خود راهنما در سند نهایی شما چاپ نمیشه، فقط نقش یک راهنما رو برای شما دارن. نکته خیلی جذاب بعدی که کورل دراو اضافه شده پیکسل گرید هستش. من این رو بردارم اول. پیکسل گرید کجا به درد میخوره؟ ببینید بعضی وقتا شما یه عکسی رو میارید داخل کورل دراو، حالا ما میرسیم به مبحث ایمپورت کردن عکس و آپشن هایی که داره و میتونیم کنترل بکنیم، فعلا در حد ساده من یه عکس رو اینجا ایمپورت میکنم، از این دکمه استفاده میکنم برای ایمپورت کردن. کلید میام برو کنترل آی رو هم میتونید استفاده بکنید. این رو الان ایمپورت میکنم، همین تصویر ماشین رو من ایمپورت میکنم داخل سندم. خب میام این رو اینجا قرارش میدم، این عکس تصویر ماشین رو. خب بعضی وقتا شما یک تصاویری رو میاد وارد نرم افزار میکنید، میخواید یه جاهایش رو کار بکنید، یه جاهایش رو برداری بکنید، روش ویرایش انجام بدید، رنگ بذارید، رنگ بردارید، کارهای زیادی میشه باش کرد. خب ببینید اگر من الان زوم بکنم روی این، میرسیم به این پیکسل های تصویرمون که میتونیم الان پیکسل ها رو ببینیم. اما من اگر مثلا بیام بگم مثلا یک سری از پیکسل ها رو من میخوام بردارم و استفاده بکنم، هیچ واکنش این نشانگر موس من نسبت به این پیکسل های تصویر نشون نمیده. چرا؟ چون ذات این تصویری که آورد پیکسلی هستش، کورلدرا بگ نفس رو برداری هست. ما باید این رو به کورلدرا بفهمونیم که بیا با پیکسل های تصویر ما به شکل یک شبکه گرید رفتار کن، یعنی این مربع ها رو گرید فرض کن و موس من رو نسبت به اینها حساس کن. کورلدرا این کار رو به راحتی برای شما انجام میده. به چه شکلی؟ اولین چیزی که اینجا میبینید یک عدد هست که بین 0 تا 100 قابل جابجایی هست. این چی هستش؟ این میزان ترانسپرنسی اون شبکه‌ای هست که قرار هست روی پیکسل های تصویر شما قرار بگیره. ما گریت ها رو که اینجا قرار میدادیم یه رنگی داشت دیگه، توسی بود اینجا. روی این شبکه تصاویر هم ما میخوایم یک گریت قرار بدیم. این گریت ما یک رنگی میتونه داشته باشه که رنگش رو از اینجا میتونید تشخیص بدید و یک ترانسپرنسی میتونه داشته باشه یا اوپاسیتی میتونه داشته باشه که شما میتونید این ترانسپرنسی رو یا اوپاسیتی رو اینجا تنظیم بکنید. پیش فرض خودش فکر میکنم 50 هست که خوب هست، برای اینکه شما خطوط گرید رو روی این گرید پیکسلی تصویرتون ببینید. این یه تیک اینجا داره show grid at 800% or higher zoom. این داره چی میگه؟ میگه اگر این تیک رو شما بزنید این شبکه گرید رو شما فقط در زوم های 800% به بالا میبینید. یعنی اگر شما مثلا رو 700% زوم باشید یا روی 100% باشید دیگه اون گرید رو نمیبینید. گزینه خوبی هم هست. چرا؟ چون توی زوم های پایین اصلا اون شبکه گرید تصاویر دیده نمیشه، چون پیکسل بندی تصاویر پیکسل ها ریز هستن، مثل گرید بندی داکیومنت ما نیست بیام یه سانت به یک سانت گرید تعریف بکنه. چون اگر اینجوری بود تصویر ما حالت رنجگی داشت. برای همین چون
پیکسل های تصویر ریز هستن. خیلی خوب است که ما بیایم رو فعال بکنیم که بگیم از 800%. ببینید الان زوم من چقدره تقریبا، و الان توی این حالت نمیتونم تشخیص بدم، ولی خب بالاتر از اینجا داریمش. ببینید 16000% من الان زوم کردم توی این پیکسل های تصویر رو، توی این اندازه دارم مشاهده میکنم. خب بس این تیک رو حتما بذارید که اذیتتون نکنه توی زوم های پایین که این پیکسل ها رو اصلا نمیبینید، اون گرید اذیتتون نکنه. اسنپ تو پیکسل رو هم تیکش رو بزنید که اون شبکه فعال بشه و نسبت به موضوعتون حساس بشه. خب من اوکی میکنم میام توی تصویرم میبینم بازم هیچ تغییری نمیبینم، با اینکه من الان اینجا این پیکسل گرید رو فعال کردم، تصویر هم دارم داخل سندم، اما میبینید هیچ واکنشی نشون نمیده. این به خاطری هست که شما زمانی که میخواید از پیکسل گرید استفاده بکنید حتما حتما باید نحوه نمایشتون رو تغییر بدید. نحوه نمایش منظورم چیه است؟ ما تو جلسات قبل در مورد صحبت کردیم، تو منوی ویو چند تا مدل نمایشی داشتیم که من توضیح دادم، یک قسمتش پیکسلز هست. این رو اگر من فعال بکنم بیام تو حالت نمایش پیکسلز، دیگه وضعیت عوض شد. میبینید اون شبکه شطرنجی اومد روی پیکسل های تصویر من نشست و من الان میتونم به صورت دقیق با تک تک پیکسل ها کار بکنم. مثلا بیام یه پیکسل رو اینجا انتخاب بکنم، مثلا میبینید الان فضای بیشتری رو پر کردیم به خاطر این اوتلاین هست که من انتخاب کردم. اگه اوتلاین رو بردارم مثلا بیام داخلش رو رنگ بریزم، میبینید الان یه پیکسل زرد من اینجا اومدم اضافه کردم. این پیکسلی که من اضافه کردم از جنس تصویر نیست، از جنس برداری هست، منطقه اومده روی تصویر من قرار گرفته. الان من میتونم یه سری دیگه از این پیکسل ها رو انتخاب بکنم، یا یه رنگی مثلا بهش بدم، یکم بزرگتر ما در نظر بگیریم که زومت کردیم دیده بشه، حالا شاید هم میدم قابل دیدن زیاد نباشه. برای که بهتر بفهمید ببینید اینجا اگر من بیام توی پیکسل گریدم بیام رنگ بنفش رو مثلا انتخاب بکنم، اوکی بکنم، اینجا میبینید این گریدی که قرار داد روی تصویر من رنگش بنفش شد. پس یک گریدی میاد روی پیکسل های تصویر شما میشینه. الان بیایم من اینجا زوم آوت بکنم یه مقداری. خب ببینید تا همین حد من زوم آوت بکنم، اینجا میبینید که اومدیم روی یک پیکسل تصویر من یه مربع زرد قرار گرفته. خب اینجا میبینید که چقدر اندازه این پیکسل ها کوچیک هست. برای همین هم هست که شما باید اون 800% رو رعایت بکنید. ببینید الان میزان زوم من رو 25 هست، خبری از اون گرید نیستش. میام روی 50% باز هم نیست. 100 200 اینجا دقت بکنید 400 800 به 800 که رسیدم شبکه گرید من فعال شد. اینجا اگر بیاید خودتون هم میتونید ببینید نوشته to see the effect of the pixel grid setting you must switch to pixel view. میگه برای اینکه شما بتونید این گرید رو ببینید باید ویوتون رو بذارید رو حالت پیکسل که من اینجا بهتون نشون دادم. این از مبحث گرید ها بود که من فراموش کرده بودم بگم، مبحث مهمی هم بود و به درک میکنید من اصلا این مورد آخره بیسلاین گرید و پیکسل گرید که مباحث جدیدی هستن و توی ورژن های قدیمتر کورل درا به اونها اشاره نشده بود و در دسترس نبودن. امیدوارم که از این جلسه استفاده برده باشید تا جلسه بعدی ما که میشه جلسه 18 تو جلسه 16 افتار من رکورد کرده بودم از قبل که میخوام در مورد مباحث تریم ادامه مباحث بعدی صحبت بکنم. همه شما رو به خدای بزرگ میشم.